به نام خداوند رحمتگر مهربان. آن رخ دهنده چیست؟ آن رخ دهنده و چه دانی که آن رخ دهنده چیست؟ ثمود و عاد آن حادثه کوبنده را تکذیب کردند، اما ثمود به سزای سرکشی خود به هلاکت رسیدند، و اما عاد به وسیله تندبادی توفنده سرکش هلاک شدند، که خدا آن را 7 شب و 8 روز پیاپی بر آنان بگماشت. در آن مدت مردم را فرو افتاده می دیدی، گویی آنها تنه های نخل های میان تهی اند. آیا از آنان کسی را بر جای می بینی؟ و فرعون و کسانی که پیش از او بودند و مردم شهرهای سرنگون شده سدوم و آموره مرتکب خطا شدند و از امر فرستاده پروردگارشان سرپیچی کردند و خدا هم آنان را به گرفتنی سخت فرو گرفت. ما چون آب طغیان کرد شما را بر کشتی سوار نمودیم تا آن را برای شما مایه تذکری گردانیم و گوشهای شنوا آن را نگاه دارد. پس آنگاه که در سور 1 بار دمیده شود و زمین و کوه‌ها از جای خود برداشته شوند و هر دوی آنها با 1 تکان ریز ریز گردند، پس آن روز است که واقعی آن چنانی وقوع یابد و آسمان از هم بشکافد و در آن روز است که آن از هم گسسته باشد و فرشتگان در اطراف آسمانند و عرش پروردگارت را آن روز 8 فرشته بر سر خود برمی دارند. در آن روز شما به پیشگاه خدا عرضه می شوید و پوشیده ای از شما پوشیده نمی ماند. اما کسی که کارنامش به دست راستش داده شود گوید بیایید و کتابم را بخوانید. من یقین داشتم که به حساب خود میرسم، پس او در 1 زندگی خوش است، در بهشتی برین که میوه‌هایش در دسترس است. بخورید و بنوشید، گواراتان باد، به پاداش آنچه در روزهای گذشته انجام دادید. و اما کسی که کارنامش به دست چپش داده شود گوید، ای کاش کتابم را دریافت نکرده بودم و از حساب خود خبردار نشده بودم. ای کاش آن مرگ کار را تمام می کرد. مال من مرا سودی نبخشید. قدرت من از کف من برفت. گویند بگیرید او را و در قل کشید. آنگاه میان آتشش اندازید. پس در زنجیری که درازای آن 70 گز است وی را در بند کشید، چرا که او به خدای بزرگ نمی گروید و به اطعام مسکین تشویق نمی کرد. پس امروز او را در اینجا حمایتگری نیست و خوراکی جز چرکابه ندارد که آن را جز خطاکاران نمی خورد. پس نچنان است که می پندارید، سوگند یاد می کنم به آن چه می بینید و آن چه نمی بینید، که قرآن قطعاً گفتار فرستاده‌ای بزرگوار است و آن گفتار شاعری نیست که کمتر به آن ایمان دارید و نه گفتار کاهنی که کمتر از آن پند می‌گیرید. پیام فرود آمده است از جانب پروردگار جهانیان، و اگر او پاره‌ای گفته‌ها بر ما بسته بود، دست راستش را سخت می‌گرفتیم، سپس رگ قلبش را پاره می کردیم و هیچ یک از شما مانع از عذاب او نمی شد. و در حقیقت قرآن تذکاری برای پرهیزگاران است و ما به راستی می دانیم که از میان شما تکذیب کنندگانی هستند و آن واقعا بر کافران حسرتی است و این قرآن بی شبه حقیقتی یقینی است. پس به پاس نام پروردگار بزرگت تسبیح گوی.